وقت شما عزیزان به خیر و شادی باشه. بارها تجربه کردیم در زمان احتمال از دست دادن عزیزی و یا برکتی و یا امکانات ضروری، فکر و احساس و همت ما در صدد و تلاش بر این بوده که آنچه را که داریم از دست میدیم رو به نوعی حفظش کنیم و این عزم و این قدرت رو امید میگوید که در بدترین شرایط ایام روزنه‌ای در تاریکی گشته و ما را در مسیر روشنایی هدایت نموده. از این جهت امید همچون نفس حیات بخش بر هر انسانی واجب است و بالاترین تضمین آن امید به خدای زنده می باشد، زیرا صدای پر محبت و آرامش دهنده او هرگز طالبان خیش را رها نخواهد کرد. همان گونه که ما در کلام خداوند در کتاب ارمیا 33 و در انجیل یوحنا 14 و 13 و 14 می خوانیم که اعانت ما، مدد ما از طرف خدا میاد و در نام او نیز بطلبیم تا نیز دریافت کنیم. در مزمور 124 نیز اعلام میکنه، از شریف براتون میخونم: ای قوم اسرائیل جواب بدهید، اگر خداوند با ما نمی بود چه میشد؟ اگر خداوند پشتیبان ما نمی بود وقتی دشمنان بر ما حمله کردند، آنگاه آنها در خشم و غضب خود ما را میبلعیدند. بعد سیل خروشان ما را با خود می برد و آب از سر ما می گذشت و در گردابه ها غرق می شدیم. خداوند را سپاس باد که ما را شکار دندان های آنها نساخت. مانند پرنده ای از دام صیاد جستیم، دام پاره شد و ما آزاد شدیم. خداوندی که آسمان و زمین را آفرید مددکار من و تو هموطن عزیزم هست که خدای حقیقی را می شناسیم و به اون نیز توکل میکنیم.